سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تحریم های جدید را بر روسیه اعلان کرده است. اوباما گفت که روسیه نتوانست گام های مشخص را برای جلوگیری از تشدید خشونت ها در شرق اوکراین روی دست گیرد. تحریم های جدید بر شرکت های دولتی نفت و گاز روسیه، بانک های این کشور و پنج مقام ارشد روسی وضع شدند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا نیز روی گسترش تحریم ها علیه روسیه که عمدتا شرکت‌ها و افراد را در بر می‌گیرند، توافق کردند. همچنین رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا از بانک سرمایه گذاری اروپا که بانک اتحادیه اروپا است بخواهند تا قرضه های جدید را برای روسیه به حال تعلیق درآورد. در جریان نه روز تبادل راکت و حمله های هوایی میان گروه حماس و اسرائیل بیش از 200 فلسطینی و یک اسرائیلی کشته شدند. شماره از ازاداران در مراسم خاکسپاری نخستین قربانی اسرائیلی دیروز اشتراک کردند. محمود عباس رهبر فلسطین از شمار از قربانیان زخمی در شفاخانه بازدید کرد. مقامات فلسطینی گفتند که بمباران اسرائیل چهار کودک فلسطینی را در ساحل نزدیک به شهر غزه کشت. دو طرف آتشبس بس پنج ساعته را امروز به اساس درخواست سازمان ملل متحد پذیرفتند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که سر تا سر سوریه را از وجود شورشیان پاک خواهد ساخت. اسد این سخن را در مراسم تحلیفش دیروز در دمشق پایتخت سوریه گفت. او برای سومین بار در یک دوره هفت ساله سوگند یاد کرد. اسد در انتخابات ماه گذشته برنده شد مخالفانش این انتخابات را تقلبی می خوانند ولی هوادارانش می گویند که پیروزی اسد ثابت ساخت که شورشی که به هدف برانداختن او جریان دارد پس از سه سال جنگ شکست خورده است محکمه در مصر کم از کم هفت مرد را به اتهام آزار و اذیت جنسی در برابر زنان در جریان تظاهرات عمومی در میدان تحریر قاهره به حبس ابد محکوم کرده است گفته می شود که این مردان در رویدادهای گوناگون از جمله در جریان جشنهای پس از مراسم تحلیف عبدالفتاح سیسی در ماه جون دست به آزار جنسی زدند این اتهامات شامل اقدام به تجاوز حمله و شکنجه می شوند آزار و اذیت جنسی زنان در مصر یک مش مشکل جدی بوده است اما در سه سال پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شدید تر شده است محکمه در هالند حکم صادر کرده که هالند در قبال 300 نفر از جمع حدود 8000 مسلمان بوسنیایی که در قتل عام سربرنیتسا در سال 1995 کشته شدند مسئولیت دارد. محکمه هاگ دستور داده که حکومت هالند باید به خانواده های حدود 300 مرد تاوان بدهد. محکمه گفته است که این مردان از سوی نیروهای حافظ صلح هالند که در چوکات سازمان ملل متحد خدمت کردند و نیروهای سربهای بوسنیا سپرده شدند و سپس اعدام شدند. لاریسا آلوین گفت که نیروهای حافظ صلح هالند باید میدانستند که مردان تسلیم داده شده در 13 جولای سال 1995 میلادی کشته خواهند شد چون شواهد از ارتکاب جنایت جنگی از سوی سرپای بوسنیا موجود بود در جنگ بوسنیا در میان سالهای 1992 1995 میلادی 100 هزار نفر کشته شدند این بود مجموعه خبری رادیو آزادی همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید آزادی رادیو نقطه کام تشکر و خدا نگهدار راژیو آزادی. راژیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام